اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه به وقت بیداری، از اینکه دوباره مهمان خانه های گرم شما شدیم در این فضای گرم. ان شاء الله که خانه های شما سرد باشه. از همه شما ممنون و سپاسگزاریم و خداوند منان را شکرگزاریم. بله عزیزان، یک بار دیگر ما را از بارگاه ملکوتی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در شهر مقدس نجف و اشرف بیننده هستیم. سخن کوتاه کنم، موضوع برنامه امروز ما در رابطه با حقوق کودک از دیدگاه مولا و سرمروان آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می باشد. در خدمت استاد گرامی جناب آقای حسینی هستیم. استاد گرامی سلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه خوب شما و در خدمت شما هستم. خیلی ممنون استاد گرامی از اینکه قدم رنجه نمودین و وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادین. خواهش میکنم. بله، همچنان که در تله کلام گفتم خدمت دوستان عزیز، برنامه ما در رابطه با حقوق کودک از دیدگاه حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اول خب باید بدونیم که حق چیه. خب این برای ما واضح کنید حق چیه و امیرالمومنین در مورد حقوق کودکان چه دیدگاهی دارن، نظرشان چیه. و مسئله سوم در رابطه با این مسئله برام بیان کنید که آیا توی عصر حاضر حقی از حقوق کودکان مراعات میشه؟ توی عصر حاضری که داریم زندگی میکنیم، بله، توی قرن 21 آیا حقوق کودکان مراعات میشه در قرن 21 یا نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله، الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء رحمت الله. محضر مبارک شما عرض شود که در مورد سؤالی که در مورد حق یا حقوق کودک و رعایت آن در جامعه امروزی کردید، محضر شما عرض کنم که خود حق، اسلام یک دین است که زیبا و دستور به زیبایی ها داده و کتاب اسلام یا کتاب دستوری اون که قرآن کریم باشد به عنوان یک کتاب هدایت برای بشر و انسان ها و ما و شما فرستاده شده، سراسر زیبایی هست و دستور بر رعایت حق و حقوق دیگران و جامعه داده هست. اگر قرآن کریم و خدای متعال در کلمات خودش در این کتاب نازنین ما را برای ما از زنبور عسل سخن به میان می آورد، او را طیب و طاهر معرفی می کند، ثمره او را جایی که او می نشیند و چیزایی که جمع آوری می کند، حاصل و ثمره تلاش های او را شفا و طیب و طاهر معرفی می کند و خودش هم میگه قرآن احسن القصص هست و این کتاب اسلامه، این کتاب دین اسلامه، به ما هم دستور می دهد شما هم ثمره شما، زندگی شما، تلاش شما در راه درست باشه، حقوق دیگران زیر پا نشوه، آلودگی دنبال آلودگی نباشید، حلال و حرام و حق الناس در زندگی شما باید مراعات بشه. اگر خدای متعال اسلام را از در اسلام یا در قرآن کریم از سخن گفتن، از حق زبان، از حق سخن، از حق مردم و حقوق اجتماعی سخن به میان می آورد، ما را در رویارویی با مردم اجتماع از قول حسن و قول احسن و قول کریم با پدر و مادر و سخنان کریمانه و از روی احترام و از قول میسور و قول بلیغ و قول لین، قول ثقیل و سدید سفارش میکنه. اینها حقوقی است که باید در جامعه مراعات بشه. اما اینکه خود حق چیست و این در تعریف های حق در مقابل باطل هست، در اینجا البته تعریف های اصطلاحی برای حق زیاد شده ولی حق در مقابل باطل هست. در قرآن کریم هم اشاره به این زیاد شده، جاء الحق و زهق الباطل، در مقابل باطل هست و ضد باطل هست. یا لیظهره علی الدین کله، این قرآن آمده، یا خلاصه یحق الحق. این در تمام تعبیرها و تعریفها و کلمات خدای متعال حق در مقابل باطل و ضد باطل استعمال شده. یا اون جمله تعبیر روایت داره، ان للحق دوله وللباطل جوله، حق همیشه دوامدار هست و باطل مثل جولانگاه میگذره. بازم حق میبینیم در مقابل باطل یعنی به کار برده شده و استعمال شده. یا اونجایی که دولت الحق دولت الباطل ساعتون و دولت الحق الساعه، دولت حق تا قیامت پایدار هست و انسان های حق و حق مدار تا قیامت
هست، اما دولت باطل یک ساعت و لحظه بیشتر دوام و بقا نداره. خب اینه که حق در لغت به معنای همون در ضد باطل یا در مقابل باطل استعمال شده، اما اینکه از نظر اصطلاحی کلمه حق گاهی برای حقوق کارگر حق استعمال میشه، گاهی برای کسی که حقوق معنوی را یا امورات معنوی و اخلاقی را رعایت میکنه، مثل حقوق پدر و مادر، حقوق مثلا کارگر، حقوق خدمت شما، همون حقوقی که در اینجا مطرحه، حقوق مردم یا حقوق حق معلم، حق آزادی، در تمام یا رویارویی با انسان ها با جامعه میبینیم که یا مقررات و قوانینی که یک کشور یا یک مقام بالاتر تنظیم میکنه الزام آور هست برای دیگران مراعات بکنن، نظم جامعه توسط اون گرفته بشه، از یه هم تعبیر به حق شده. گاهی کلمه حق در برای علم حقوق هم به کار میره، یعنی میگیم علم حقوق، یه همون چیزایی است که خلاصه همین الفاظ و همین تقریبا بگیم که همین حق جامعه را تحت بررسی و اینا قرار میدهد و تحلیل و بررسی میکنه. از این میگه حق، ما علم حقوق داریم در یکی از خلاصه یکی از علم های معروف دنیا هست و یک رشته در دانشگاه، یک رشته هست به نام علم حقوق، و کسانی هم وقتی به منصب هم میرسه یک حقوقدان از یک جایگاه خاص برخوردار هست و برای بعضی از تکالیف حق معنا میشه. گاهی حق در مقابل چیز مساوی با ملکیت هست، مسابقه با ملکیت هست، مثلا فلانی حق مالکیت داره، فلانی خانه حقش هست، مثلا خدمت شما حق آزادی داره، حق زوجیت داره، حق انتخاب داره. اینها کلمات است که برای حق استعمال میشه، برای استحقاق است، برای مالکیت هست. اما اینکه چون اصل بحث ما در مورد حقوق کودک هست، حقوق انسان ها باید همش مراعات بشه، اما حقوق کودک در کلام امیرالمومنین علیه السلام آیا اشاره داره یا نه، حضرت سخنان در مورد داره یا نه داره، این که در دنیای امروز چقدر به حقوق کودکانی که مردان آینده این تمام دنیا هست، یا در هر سرزمین اگر فکر بکنیم کودکان اون سرزمین مردان آینده و نسل آینده و تشکیل دهنده ممکن است جامعه و اجتماع آینده باشه، به حقوق اینها باید رسیدگی بشه و اون حقوق هایی که بر پدر و مادرش واجب شده و یا اینکه خدای متعال اینا رو تکلیف کرده، یا به هر حال ممکن است که جو جامعه و همون شرایط زمان اقتضای زمانی را اقتضا بکنه که خواهش داشته باشه که ما یک فرزند خود را طوری تربیت بکنیم که بتواند فردا به عنوان انسان‌ها و شخصیت‌های تاثیرگذار باشه. پس لازم است که حقوق کودکان و حقوق کسانی که تا هنوز خودشان به سن بلوغ عقلی و فکری و تکلیف نرسیده، اینها حقوقشان از طرف بزرگان و ولی‌های اینها مراعات بشه. اما این که محضر شما عرض کنم که در کلام بحث ما در مورد حق کودک و اطفال در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است. به شک پیغمبر اکرم فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، همه حق و حقیقت بر مدار علی علیه السلام میچرخد و تا قیامت حضرت فرمود که ادامه داره، تا قیامت حق از علی و علی از حق جدایی نداره. وقتی حقوق تمام انسان‌ها و اقشار جامعه ما که نگاه می‌کنیم، مثلا شما می‌بینید که در این نهج البلاغه که یک کتاب حقوقی بسیار بلندی است، ما در اسلام رساله الحقوق داریم از امام سجاد علیه السلام و خود این نهج البلاغه که کلمات حضرت امیر علیه السلام، از حقوق کارگر گرفته، از حقوق شهروند گرفته، از حقوق قاضی گرفته، از حقوق رعیت گرفته، از حقوق زیردست و زبردست، همه و همه در این کتاب بازگو شده. از حقوق فرزند از جمله اون نامه 31 نهج البلاغه بسیار محتوای بلندی داره که حضرت وقتی از جنگ سفین برمیگردد در بین راه هنوز به خانه نرسیده، به عنوان تقریبا محتوایش اینه که یک معذرت خواهی برای فرزندش امام مجتبی علیه السلام میگه که من دیر به خانه آمدم، ممکن است که این مشکلات و جنگ و به هر حال نتوانم زودتر به خانه برگردم، یا اگر تأخیرم شده شما ببخشید که من کوتاهی تلقی نشود، به عنوان یک نصیحت و ادای حق فرزندش این نامه را برای فرزندش میفرستد امام امیرالمؤمنین علیه السلام. و در حکمت 399 کتاب شریف نهج البلاغه حقوق را که من بعدا انشاءالله در فرصت عرض میکنم و قطعا به این خواهیم پرداخت که حقوق را برای فرزندان میشماره حضرت و حقوق را بیان میکنه که باید این حقوق به مراعات بشه، فرزند توسط پدر و مادر، توسط بزرگانی که این کودک را زیر دست و زیر پرورش داره. محضر شما عرض کنم که اگر خود کتاب نهج البلاغه را نگاه کنیم، نه تنها
حقوق کودک بلکه مثلا در مورد حقوق همسایه آمده و الله الله فی جیرانکم فانه وصیت نبیکم، مردم حقوق همسایه رو مراعات بکنید که وصیت پیغمبر همین است در مورد همسایه حضرت زهرا الجار سمت دار داره. محضر شما عرض کنم که در مورد آلا شیخ طوسی نقل میکند که حضرت امیر علیه السلام از جایی میگذشت، دید پیرمردی داره گدایی میکنه. حضرت فرمود چرا این پیرمرد گدایی میکنه؟ به ایشان عرض شد که این یک مردی مسیحی یا یهودی هست که وقتی جوان بود کار میکرده، برای مردم کار میکرده، نانش را از راه کارگری در میآورده، اما الان چون پیرمرد شده توان کار را نداره، توان کاسبی را نداره، کسی او را برای کارگری نمیگیره، لذا مجبور است گدایی بکنه. حضرت فرمود در کشور اسلامی، در بین ما و شما، در زیر سایه حکومت اسلامی، یک مردی که چرا همچی کار را کردید که کسی در حالی وقت جوان بوده، قدرت کار داشته، توانایی جسمی داشته، از او کار کشیدید، زحمت‌های شما را متقبل و متحمل شد، اما الان که نمیتوانه کار بکنه، خلاصه باید گدایی بکنه. حضرت دستور داد که حق و حقوق این کارگر از بیت المال باید بده، چون الان خلاصه بازنشسته، اعلان بکنه به هر حال بگه حقوقش را از بیت المال پرداخت بکنید. این از توجه حضرت امیر علیه السلام به تمام اقشار جامعه. اما اینکه امروز چرا نه به حقوق کودک رستگی میشه، نه به حقوق غیر کودک و اقشار جامعه و اجتماع رستگی نمیشه، این دیگه بستگی به این داره که کی باشه، حاکم کی باشه و زمام امور مملکت در دستی چه کسانی باشه. اگر به حقوق مهاجر نگاه بکنیم در اسلام و در کلمات حضرت امیر علیه السلام، حقوق مهاجر را ما میبینیم که بسیار حضرت اهمیت خاصی میداده. در زمان پیامبرم مهاجر داریم، انصار درمون، ابو ایوب انصاری است که ابو طلحه انصاری ظاهرا دو تا خانه داشت، یک خانش را برای یک مهاجر داد، خانه دیگر را برای مهاجر دیگر داد. خودش رفت با یک مادر پیر داشت پشت بام زندگی میکرد برای اینکه حق مهاجر ادا بشه. همچی کسانی که در کنار پیغمبر زندگی میکرده نسبت به حقوق اطرافیان خود و حتی انصار نسبت به حقوق مهاجرین حساس بودن. الان اینکه در بعض جاها ممکنه رعایت نمیشود، این جای خودش را داره، اما حضرت امیر علیه السلام نسبت به حقوق کودک مطالبی داره که چون کودکان جامعه فردا هست و اجتماع فردا اینها تشکیل میدهد، اگر اینها در جای حضرت امیر علیه السلام داره، میگه کس پدر و مادری که نسبت به حقوق کودک و تربیت اونها سهلنگاری بکنن، تربیت درست اونها را نکنه، ای به جامعه خیانت کرده، به اجتماع خیانت کرده. علتش اینه که یک جامعه فاسد تحویل میده، یک فرزند فاسد میتواند که ممکنه انسانهای فاسد فردا از این خانه بار بیاید، جامعه را به فساد بکشانه. پس تربیت کودک که حضرت امیر علیه السلام، که من در دقایق بعدی انشاءالله به حضرت شما عرض میکنم، و نصر کلمات حضرت رو که در نهج البلاغه و در جاهای دیگر آمده، نسبت به حقوق کودک که حضرت بسیار سفارشات تقریبا مهم را در مورد حقوق کودک داره. حالا حقوق کودک چی هست؟ انشاءالله به حضرت شما هستیم و میپردازیم. خیلی ممنون استاد گرامی از اینکه با بیانات شیوایتون مطلب برم توضیح دادین که بفهم واقعا حق چیه. واقعا شناختی که حق چیه واقعا کار سختیه، لذا خوبه که برای ما مشخص شد حداقل که بفهمیم معنای کلمه حق و چیستی حق چی میشه چی میتونه باشه. بله بینندگان عزیز، برنامه ما همچنان ادامه داره، بعد از یک میان برنامه کوتاه دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. تا بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. از این که تا کنون مهمان ما هستین و ما را بیننده می باشین، کمال سپاس و امتنان داریم از شما عزیزان. استاد گرامی، حق و تعریف کردین، فرمودین که امیرالمومنین در کلامشون در رابطه با حقوق کودکان بسیار سفارش نمودن، اما سوال اینجیه که حق کودکان و حقوق کودکان آیا فقط منحصر در زمان بعد از تولد کودک
یعنی وقتی که کودک به دنیا آمد حقش برگردن پدر مادر میشه که اینا مثلا یک حقوقش مراعات کنه، حالا از غذا و خوراکه و تربیت کردن، یا نه قبل از ولادت هم، یعنی قبل از اینکه کودک به دنیا بیاد هم این مرد و زن ما به عنوان مکلف یا که به عنوان یک زوج آینده حق و حقوقی داریم نسبت به اینکه برای اولاد خود چطوری حق و حقوقی دارن کودکان آینده ما برای ما هنوز بچه به دنیا نیومده. بعد سیره امیرالمومنین توی زمینه چی بوده؟ ایشان نسبت به کودکان چی سیره ای داشتن؟ نسبت به این حقوقی که الان برای شما عرض کردم. بسیار. نظر و دیدگاه خود امیرالمومنین سیره زندگی امیرالمومنین چطور بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما عرض کنم که در مورد این که آیا حقوق کودک قبل از تولد مطرح است یا بعد از تولد، فقط بعد از تولد مطرح است یا قبل از تولد هم فرا میگیره، یک پدر و مادر چی وظایفی در این زمینه داره، محضرش عرض کنم که حضرت امیر علیه السلام در یک جمله میفرماید که تخیروا للرضاء کما تتخیرون للنکاح، شما برای فرزندان خود یک شیرده مناسب انتخاب بکنید، همچنانی که وظیفه دارید برای فرزندان خود یک مادر خوب انتخاب بکنید. مادر خوب در جمله حضرت در ادامه میفرمایند فإن الرضاء یغیر الطباع، این شیرها، این مادر و این از چی کسی به این یک فرزندی متولد بشه، این طبیعت انسانها رو تغییر میده، طبیعت کودک رو تغییر میدهد. پس یکی از حقوقی که برای کودک مطرح شده و این در کلمات حضرت یک جانه در جاهای مختلف آمده که یک مادر مؤمنه، یک مادر متدین و یک مادر پاک سرشت و پاک نهاد برای فرزندان آینده خود انتخاب بکنید، و این بسیار نقش اساسی در کلمات حضرت داره، در زندگی حضرت داشته و در زندگی ما و شما داره که حضرت روی این جمله بسیار تاکید داره. وقتی خودش برای انتخاب یک مادر یا یک برای مجرد یک جمله را، البته حضرت میگه برای که خواستگاری میره یا میخواد خواستگاری بره، در جایی دو رکعت نماز بخونه، سوره یاسین خوانده میشه، سوره فاتحه خوانده میشه، بعد در قنوت این نماز حاجت است ظاهرا که حضرت میفرماید از خدا درخواست کنه اللهم ارزقنی زوجتا صالحتا شکورا ودودا قنوعا غیورا ولودا، این نشانه ها را یک همسر خوب باید داشته باشه. اول شرطش اینه که صالحه باشه، ولود باشه، فرزند بیاره. فرزند همین نشانه انسانه، نسل انسان از او میمانه، هم نسل این خانم میمانه، هم نسل این آقا میمانه. به هر حال اگر فرزندان صالح هم باشن نام و نشان خوب از یادم میمانه، زنده میشه. انسان ها جنازه را از راه میبرد، یک نفر گفتی زنده است یا مرده، گفت معلومه که مرده، گفت نه منظور من این است که فرزند خوبی و با نام و نشان مانده یا نه، ولی که الان خودش رفته اگر فرزندی هم نداره در حقیقت مرده واقعی همین. بعد حضرت در جای دیگر میفرماید که ایاکم و تزویج الحمقاء، یکی از حقوق کودک انتخاب یک مادر صالحه و مؤمنه هست. پس شما را من دستور میدهم، حضرت امیر میفرماید که تاکید میکند که ایاکم و تزویج الحمقاء، از انسانهای نادان، از انسانهایی که در ممکن هم در خانواده نادان تربیت شده و هم خودش از یک عقل درست حسابی برخوردار نیست، از اینها دوری بکنید. که حضرت میفرماید فان ولدها ضیاء، اگر فرزندم به دنیا بیاید یک فرزندی به درد نخور، اگر اولادم از این حاصل شما بشود یک اولاد به درد نخور حاصل شما میشه. پس متوجه کودکان آینده خود باشید با انتخاب مادر برای او. حضرت در جای دیگر میفرمایید که انظر فی ای شیء تدع ولدک، کودک خود را مواظب باش در کدام رحم قرار میدی، در کجا از کدام مادر کودک شما متولد میشه. ادامه فإن الزق اساس، به خاطر اینکه اخلاق و تمام رفتارها و اخلاقهای یک جد، مادر، پدر، خانواده مادر، مخصوصا خانواده مادر به این کودک انتقال پیدا میکنه. پس اگر یکی از جاهایی که برای کودکان آینده خود انسان متوجه باشه اینه که به خانواده اون خانومی که میخواد اختیار بکنه توجه داشته باشه. یک خانواده خلاصه هم از نظر دینی، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر استعداد، ببینه جاهای من البته جاهای زیادی دیدم که کسان دنبال زنهایی بودن که خانواده های با استعداد، خانواده های تقریبا عرض کنم که زرنگ داشتن، لزوما گفتن همین تاکیدات حضرت امیر علیه السلام ما را وادار میکنه برای اینکه دنبال خانواده ای بریم که تمام اگر فردا مشکل دچار مشکلات زندگی هم بشه همین خانواده ها میتونه پاسخگو باشه، اگر دچار مثلا فرزندان از این زندگی هم حاصل ما بشه فرزندان خوبی خواهد بود. و حضرت در جای دیگر میفرماید که تخیروا لنطفکم فان النساء یلدن اشباه اخوانهن و اخوانهن و اخواتهن، البته این روایت از پیامبر اکرم هم نقل شده که شما برای فرزندان خود، برای
کودکان خود جای مناسبی را، نطفه های مکان مناسب، منظورمون رحم مناسب را اختیار بکنید که فرزندان بسیار یعنی اکثرشان، قریب به اکثر، غالبا بهمون اخلاق و طبیعت برادران اون خانم و خلاصه دایی ها و جد و جده مادریشون میره. لذا از این خاطر حضرت تاکید میکنه در جنگ جمل، ما در زندگی خود حضرت هم میبینیم که در جنگ جمل حضرت علی علیه السلام محمد حنفیه را به میدان فرستاد. وقتی که اون تک تیراندازای دشمن تیرها را به سمت حضرت، به سمت محمد حنفیه رها میکرد، یه بسیار ترسید. وقتی آمد خدمت حضرت، برگشت، خلاصه هیچ حمله صورت نگرفت، به لشکر دشمن حمله نکرد، خدمت حضرت آمد، حضرت یک جمله در جواب او گفت، یا در او را مخاطب قرار داد، گفت که لقد ادرک ارق من امک، امین ترس رو از مادرت به ارث بردی، ولا ادرک ارق من ابیک، اصلا از من تو چیزی به ارث نبردی، ولی که پدرت من هستم، شجاعت مرا، دلیری مرا، قهرمانی مرا در میدان جنگ همه دیده، اما اینکه تو این ترس رو از مادرت به ارث بردی، چون مادرت از قبیله ای بوده که ممکن است که اون توقعاتی که حضرت امیر علیه السلام از فرزندانش داشته به محمد حنفیه و در وجود محمد حنفیه وجود نداشته. لذا حضرت امیر اشاره میکنه که مادر خیلی نقش اساسی داره. وقتی خود حضرت سلام الله علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا میره، بعدش با زنای دیگر ازدواج کرده، چون زمان شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها و ازدواج حضرت امیر علیه السلام با ام البنین مادر حضرت ابوالفضل علیهما السلام خیلی زمان تقریبا طولانی هست. وقتی حضرت عقیل را طلبید، گفت برو یک زنی، یک خانمی برای من پیدا کن که من میخوام یک فرزندی از او به وجود بیاید که نشانه های خاص را حضرت نام برد. گفت چطور زن؟ حضرت فرمود که عفیفه باشه، پاکدامن باشه، قهرمان باشه، دلیر باشه، خانواده با استعداد باشه. گفت یه رقم زن که، چون برادرش عقل را گفت تو به نسبهای عرب آشنایی، میدانی همچیزنی در کدام خانه پیدا میشه، لذا برو همی همچیزنی برای من پیدا کن، خانواده با استعداد، خانواده عفیفه، پاکدامن، خانواده ای که اصلا در جنگاوری، در قهرمانی میدان، در میدانهای نبرد خلاصه بسیار شجاع، دلیر باشه و نشانه های بسیار زیاد داره، نه فقط شجاعت بلکه از عفت و از پاکدامنی و از جمال و کمال. حضرت نشانه های را برشمرد و رفت خانه ام البنین، پدر ام البنین یا امون حزام. به هر حال ام البنین را، فاطمه کلابیه را خواستگاری کرد که از او فرزندانی مثل ابوالفضل العباس و برادرانش به دنیا آمد. حضرت خیلی تاکید داشت روی مادر که یکی از حقوق کودک این است که قبل از تولد باید به او توجه بشه و انتخاب مادر خوب. از او طرف دیگه اسلام هم به ما دستور میده به انسان شرابخور دختر ندین، به انسان بی‌نماز دختر ندین، به انسانی که به حقوق خود و حقوق مردم و حقوق همسایه و حقوق هیچ کس، نه حقوق خدا نه حقوق مردم، رعایت نمیکنه و پایبندی نداره، به اینا دختر ندین، به خاطر اینکه نسل انسان را فاسد میکنه، نسل شما را، نسل دختر شما را، آینده دختر شما را به فساد میکشانه. و این یک جمله. جمله دیگر عرض کنم که امام مجتبی علیه السلام کودک بود. حالا در زندگی حضرت امیر علیه السلام یک از ظاهرا فرازی از سوال این بود که در سیره رفت داری حضرت امیر علیه السلام چگونه رفتار داشتن. حالا همین ام البنین را حضرت برای همین خواستگاری کرد و حضرت زهرا سلام الله علیها هم خانومی بود که وقتی امام مجتبی علیه السلام ظاهرا 4-5 ساله بیشتر نداشت، به مسجد میفرستاد حضرت صدیقه سلام الله علیها، تمام خطبه پیغمبر را می آورد برای مادر بازگو میکرد. این یعنی تقریبا ترغیب به حافظه، به استعداد، یاد گرفتن سخنرانی، طرز صحبت کردن و تقریبا بگیم که ترغیب به رفتن به اجتماع، یاد گرفتن امور اجتماعی توسط حضرت زهرا سلام الله علیها که امام مجتبی علیه السلام را میفرستاد. و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک مادر نمونه ای که در خانه حضرت امیر علیه السلام بود و یگانه دختر پیغمبر بود، یک تقریبا بگیم شعر را برای امام مجتبی علیه السلام اینجوری یاد میده: اشبه اباک یا حسن و اخلع عن الحق الرسن واعبد لها اله ذل منن لا توالی ذل احن. یعنی حسن جان شباهت به پدر داشته باش، شباهت به پدر داشته باشه. این کودک است. میبینیم که در خانه امیرالمومنین وسیله تربیتی حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها همین، اگر اونجا حسن امام مجتبی علیه السلام را میفرسته خطبه پیغمبر گوش بده، تمامش را برای مادرش بازگو میکنه. از اینجا هم وقتی میگه امام مجتبی را همینطوری هم تربیت میکرد و هم برایش ذکر خواب میگفت، هم حضرت میفرمود که اشبه اباک یا حسن، مثل پدر باش در دفاع از حق، مثل پدرت باش در سخن گفتن، مثل پدرت باش در نبرد و قهرمانی، مثل پدرت باش در حمایت از مستضعفان جامعه، مثل پدرت باش، اما همیشه حق را زنده کن، فرزند باش که دنبال حق و زنده کردن حق و حقیقت در جامعه باش. از انسانهای با انسانهای بدین، با انسانهای ترسو، با انسانهایی که خلاصه اینا به حق عمل نمیکنه، با انسانهای کینه‌توز، با اینها دوستی نکن، با انسانهای حسود دوستی نکن.
این جمله را حضرت. و یک جمله شعر را که من از عرض کنم در خانه امیرالمومنین، بازم از سیره تربیتی حضرت امیر و خانوم حضرت ام البنین سلام الله علیها هست، این است که ابوالفضل علیه السلام را وقتی به دستش میگیره، این جمله شعر را برای ابوالفضل، برای عباس فرزندش زمزمه میکنه: اعیذه بالواحد من عین کل حاسد، قائمه والقائد، مسلمه والجاهد. این شعر است که حضرت ام البنین برای حضرت عباس، حالا یا یاد میده برایش یا خلاصه به هر حال در گوشهایش میخونه، او کودک هست یا ممکنه چند ساله هم باشه، یعنی پناه بر خدا از من به خدا میسپارم از چشم هر حسدگری، هر انسانی که نمیخواد فرزند مرا ببینه و نمیتواند، چشم دیدن فرزند مرا نداره، چشم دیدن نعمت دیگران را نداره. از این بعد خدمت شما عرض کنم که لذا میبینیم که در یک همچی خانه با همچی مادری با همچی پدری، حضرت عباس و حضرت ابوالفضل علیه السلام چطوری تربیت شده که در کربلا اون وقتی در میدان در وسط خیلی تقریبا بگیم که جای بدی و سختی بوده، در اوج تشنگی، در اوج مظلومیت، در اوج گرما، در اوج که صدای بچه های امام حسین علیه السلام رو هم میشنه و حضرت و برادرم تنها مانده، این همه کشته ها افتاده، حضرت ابوالفضل والله ان قطعتم یمینی ان احامی ابدا عن دینی، این اشعار رو میخونه و این دقیقا تربیت شده همچه مادر است که حضرت امیر تاکید داشتن که برای کودکانتان، برای فرزندانتان یک از حقوقش این است که مادر خوب انتخاب بکنید. که اون فرد میگه من در شام، دروازه شام دیدم که یک سر روی نیزه بود. این تعبیر روایت این است که سر را دیدم روی نیزه، وقت سوال کردم فی جبهته و انفه اثر السجود، در پیشانی او اثر سجده دیدم، سوال کردم این سر روی نیزه از کیه، گفت سر سر عباس ابن علی است، دیدم که در پیشانی این در 36 سالگی یا 34 سالگی از دنیا رفته، در پیشانیش اثر سجده موج میزنه، یعنی اثر سجده نمودار هست. این فرزند ام البنین هست، فرزندی که حضرت امیر علیه السلام گفت یکی از حقوق کودک این است که مادر شایسته برای انتخاب بشه، لذا ام البنین سلام الله علیها را انتخاب کرد و حضرت هم این گونه فرزندی را برای حضرت امیر علیه السلام تربیت کرد. و تنها یک حضرت ابوالفضل نبود، سه فرزند دیگه هم داره، چهار فرزند در کربلا. یک همچی مادری میتواند که وقتی خبر شهادت فرزندانش را شنید، گفت امام حسین چی شد، از حسین بگو، گفت فرزندانت به شهادت رسید، گفت اولادی و من تحت الخضراء كلهم بفداء الحسین، فرزندان من چیه، هر آن چه در این زیر آسمانی که بود دارم، هر آن چه که در زیر آسمان هست، آفتاب بر او میتابه، همگی به فدای حسین و فرزندان حسین و خانواده حسین. لذا وقتی وارد خانه امیرالمومنین علیه السلام شد، خیلی خدمت یعنی فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها را بسیار ترجیح میداد بر فرزندان خودش. اون احترامی که به امام حسین، به حضرت زینب سلام الله علیها داشت، به امام حسن داشت، به این سه تا فرزندی که از حضرت زهرا سلام الله علیها مانده بود، یا بعضی روایت چهار فرزندی که ام کلثوم باشه، به هر حال اون احترامی که نسبت به این فرزندان حضرت صدیقه سلام الله علیها داره، به فرزندان خودش نداره، اون رسیدگی که اونها میکنه به این نداره. لذا یک همچی مادری میتواند که چهار فرزند شهید در کربلا داشته باشه و با شنیدن خبر شهادت اونها بگه که حسین چی شد، من فرزندان خودم را ازش سوالی نکردم. بعد این مادر اونقدر تأثیر داره که حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا رو به لشکر کرد، وقتی گفته شد که بین دو چیز مخیری، یا بیعت میکنی یا کشته میشوی، حضرت فرمود که هیهات من الذله، بیعت که هیهات، من بیعت نمیکنم. اشاره میکنه به اون تربیتی که در اونجا تربیت شده. حضرت میفرماید هیهات من الذله، یعب الله لنا ذالک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهورت. اصلا اون دامنی که من در تربیت شدم، اون دامن فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس اینجا حضرت اشاره میکنه که دامن مادر خیلی مهم است، دامن صدیقه طاهره کجا و دست بیعت دادن با انسان ظالم صفاک مثل یزید در کجا. شیخ انصاری، امین کسی که در حرم مطهر حضرت امیر علیه السلام در باب القبله دفن خاک، از دنبال جنازه مادر، خلاصه من این شواهد را در این مورد عرض میکنم که انتخاب یک مادر صالحه و یک مادر مؤمنه میتواند کودکی را به دنیا بیاره که این کودک فردا بتواند بزرگان را تحویل جامعه بده، که یک ملت را اداره بکنه، یک مملکت را اداره بکنه و یک جماعت را اداره بکنه. نه تنها که ما مواظب باشیم که خود از کودک از را منحرف نشود، بلکه فردا بتواند ملت و مملکت را اداره بکنه. وقتی جنازه مادر مرحوم شیخ انصاری را می آوردن بالای تابوت گذاشته بود، حضرت عمامه را به دست گرفته بود، به سر و صورتش میزد، گفت یک مرجع تقلید با این نام و نشان از دنبال جنازه یک پیرزن خیلی تقریبا خوب به نظر نمیرسه. حضرت ایشان فرمود که شما چی میگید؟ من شیخ انصاری هر چی که دارد از همین جنازه که بالای این تخته تابوت، از همین استخوان هایی که بالای این تخته تابوت گذاشته شده، از او داره. اگر این مادر نمی بود، اون شیرهایی که خودش قسم یاد کرده که من در عمرم یک بار بدون وضو فرزند را شیر ندادم، همین مادر بود که شیخ انصاری را به جای رسانید. پس میشه یکی از حقوق فرزند امین است که انسان
نسبت به انتخاب یک مادر و کسی که برای فرزندش میخواد عروس هم بیاره، نسبت به انتخاب یک عروس که مادر آینده فرزندان فرزند او هست، باید مواظب باشه و اهمیت بدهد. این یکی از حقوق است که خدمت شما عرض کنم که در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه بسیار اشاره شده. اما اینی که در جامعه ما کسی حقوق را رعایت نمیکنه، مثلا خیلی از حقوق امروز رعایت نمیشه در جامعه ما، مثلا این اینترنت آمده، فضای مجازی آمده، هر کس در خانه های خود طوری مصروف هست که محضر شما عرض کنم که به فرزندان خود توجه نداره. در دنیای غرب هم، حالا شما در این سوال یا سوال قبلی بود که در دنیای غرب هم محضر شما عرض کنم که خیلی از چیزها رعایت نمیشه، مثلا الان سقط جنین، یک کودک را کسی حق نداره، در اسلام توصیه شده، در اسلام از سقط جنین منع شده، در اسلام به حیات تاکید شده، اما در دنیای غرب امروز بسیار فیصدی بالای از سقط جنین ما داریم. و خدمت شما عرض کنم که بعد اگر حقوق کودک در غرب مراعات نمیشه، به عموی حساب در اسلام هم سرایت کرده، در کشورهای اسلامی در بین ما و شما هم سرایت کرده، نه پدران توجه دارن نه مادران، یعنی کم توجه شده، یک جوری میخواد خلاصه بگه نمیشه، شدنی نیست و اثرگذاری همون تهاجم فرهنگی جامعه غربی بر سر جامعه ما هست. خیلی ممنون استاد گرامی، مطالب بسیار شیبا و گیرا و دلچسب، خواهش میکنم. زندگی آقا امیرالمومنین و بی بی فاطمه ام البنین سلام الله علیهم علیهم اجمعین انشاءالله. چون که فرصت برنامه ها کوتاهه، مجبوریم کلام شما رو کوتاه کنیم. بینندگان عزیز، یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره در خدمت استاد گرامی هستیم، از بیانات استاد استفاده میکنیم، تا بعد از یک میان برنامه کوتاه دوباره در خدمت شما هستیم. اللهم صل على محمد المصطفى محمد المهدي رحمان رحیم. دوباره عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی، از این که تا کنون بیننده ما هستین، ما از شما کمال سپاس و امتنان رو داریم. مبحث زیبای حقوق کودک و مسئله‌ای که واقعا توی عصر حاضر به شدت مورد نیازه. استاد گرامی، در رابطه با سیره تربیتی آقا امیرالمومنین اشاره هایی شد از زندگی خود حضرت فاطمه زهرا نسبت به تربیت کودک، حضرت فاطمه ام البنین، مخصوصا اینکه فرمودین که حضرت فاطمه ام البنین خیلی یک دیدگاه خاصی داشتن نسبت به اینکه بچه های خود چطور تربیت کنن و چطور اینا را بار بیارن که وفادار باشن. هم داستانی که خدمت دوستان عزیز عرض کردین، ما کمال استفاده از بیاناتتون فرمودیم. اما در اشاراتی تو در سوال اولتون داشتین به خطبه های از نهج البلاغه، گفتین در کلام آقا امیرالمومنین بیاناتی شده نسبت به حقوق کودک. کدام یک از خطبه های نهج البلاغه به حقوق کودکان پرداخته و امیرالمومنین چطور در کلام کتاب گرانسنگ نهج البلاغه این حقوق برای شیعیانشون، برای کل مردم عالم بیان کردن؟ بعد این حقوق چیه؟ واقعا میشه گفت که چه حقوق وجود داره توی نهج البلاغه؟ میشه بگیم حقی در نهج البلاغه برای کودکان گنجانیده شده یا نشده؟ بیانات چنین چیزی وارد شده یا نشده؟ سخن دوم اینه که اگر هست و بیاناتی که اشارت هم کردین، اشاره شد بهش که بیاناتی دارن آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه، او حقوق چیه و چطور میشه او حقوق را رعایت کرد و اشاره های امیرالمومنین نسبت به حقوق کودکان در نهج البلاغه به چه گونه؟ محضر شما عرض کنم که البته در خطبه های حضرت به طور پراکنده
یعنی یک خطبه بالخصوص ما در این راستا نداریم، ولی اون نامه 31 نهج البلاغه که به امام مجتبی علیه السلام حضرت فرستاد و خیلی طولانی هم هست، هم نسبت به این که به کودکان اهمیت بدهید و تشبیه میکند که ذهن کودکان خالی هست، میتوانید حقایق خوب را اونجا جای بدین، پس از این لحاظ از نهاز تربیت باید به کودکان بسیار اهمیت داده بشه. به صورت عملی خود امیرالمومنین داد به بله برای یاد میدن که چطور با کودکان بحث. بله و الا امام مجتبی بعضی از عبارت هایی که در این نامه آمده که اصلا سازگاری با شخصیت حضرت هم نداره، سازگاری با شخصیت امام مجتبی علیه السلام هم نداره، قطعا او برای ما هست، یعنی اسوه و الگو برای ما هست، و الا که امام مجتبی علیه السلام که خود معصومه، خود سراپا کمال و جمال است، در حد یک انسان معصوم برای خودش یک انسانی است، یک نمونه هست، یک تقریبا حالا بگیم یا آیه خدا هست یا به تعبیر بعضی ها آینه الهی هست، اما اینکه برای ما گفته و برای مادران و پدران و جامعه ما سفارش کرده، اما در حکمت 399 نهج البلاغه حضرت این جمله سفارش دارد که حق الوالد علی الولد اول ای حسن اسمه، اسم نیکو بگذاره، اسم درست باشه. الان چه اسمی را برای فرزندان خودش انتخاب میکنه؟ چه اسمی را برای دخترش انتخاب میکنه؟ اسمی باشد که منطبق با همین شعارهای ما باشه. ما شعار اسلام میدیم، مخصوصا که ما شعار شیعه میدیم، شیعه بودن را ما در عالم فریاد میکنیم، اسم نیکو بگذاره، که من در این مورد باز انشالله در فرصت بعدی خدمت شما خواهم بود. اما در فراز بعدی و یحسن ادبه، ادب نیکو و تربیت درست فرزندش را یاد بده. اول از حقوق کودک این است که اسم زیبا داشته باشه، چون هم در روایت داریم که در قیامت با اسمها خطاب میشه. بعد وقتی یک کودک، یک فرزند روز قیامت در بین اون همه جمعیت با یک اسم صدا میکنه، میای پیش پدر و مادرش میگه خاک بر سرت، این اسم بود که برای من گذاشتی، مرا جلوی همه مردم در قیامت شرمنده کردی، خجالت زده کردی. روایت در روایات زیادی است که میگه بعضی ها روز قیامت از شنیدن اسم خود که پدر و مادرش برای او گذاشته، ای آدم خجالت میکشه. دوم ادب، تربیت درست، که روز قیامت بازم شه یوم یفر المرء اخیه و امیه و ابیه، از پدرش فرار میکنه، پدرم از فرزندش فرار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تربیتی درست نکرده، از فرزندش فرار میکنه به خاطر اینکه شکایت کنه در محضر الهی و در دادگاه عدل الهی که مرا اینمی آدم پدر من بود، اینی آدم مادر من بود، چرا مرا تربیتی درست نکرد؟ لذا حضرت میفرماید که یکی از حقوقی که بسیار مسلم هست و خیلی هم تاکید روی از او شده و باید مراعات بشه توسط والدین، پدر و مادر، همین احسانی در ادب هست، ادب نیکو و درست برای فرزندش یاد بده. و فراز بعدی که حضرت می‌فرماید که و یعلمه القرآن، باید با قرآن آشنا کنه، باید با ادب قرآنی و اخلاق قرآنی به او یاد بده، و این هم خیلی مهم است. قرآن و اطرت که از همدیگه جدایی نداره، همونی که در مورد حضرت ام البنین سلام الله علیها عرض کردیم خدمت شما که حضرت خیلی تأکید داشت که محبت قرآن و محبت اهل بیت در ذهن فرزندان ازی باشه، مثلا وفاداری نسبت به، حتی در روایت داریم که در این فراز از تاریخ وقتی کاروان امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت کرد، ام البنین آمد جلوی کاروان گفت که ابوالفضل ظاهرا میگه ناراحت شد که مادر از دنبال من میگرده، ممکن است که خواستش این باشه که تو به این سفر نرو. وقتی کنار حضرت ابوالفضل رسید گفت سفر تلخ است، تو شیرین زبان باش، که شاعر میگه به گلسوم و به زینب مهربان باش. حالا لب مطلب اینه که توصیه حضرت ام البنین این بود که به امام حسین، به خواهر زینب کبرا و به این قافله که تو داری میری، اینها کسانی است که خلاصه امام حسین علیه السلام به عنوان امام هست، به عنوان مولای توست، به اینها مهربان باش، ادب را و وفاداری را از اول عمر تا به آخر. در اون زمان تولدش هم هست که وقتی قنداقه حضرت ابوالفضل را چند دوره دور سر امام حسین علیه السلام گردش داد، این وفاداری خودش را اعلان بکنه، برای ابوالفضل هم یاد بده، بعدن هم در سن 5-6 سالگی بعد از او هم تا زمانی که حضرت به شهادت نرسیده بود، همیشه شعارش این بود، همیشه در گوش حضرت فرزندش زمزمه میکرد که وفاداری به اهل بیت یعنی چی؟ وفاداری به این کسی که در خانه وحی بزرگ شده، کسی که از جزء آیه تطهیر هست، کسی فرزند امیرالمؤمنین، کسی که جانشین پیغمبر هست، چی گونه یک احترامی باید داشته باشه. بعد حضرت میفرماید که باید تعلیم قرآن بدهد. تعلیم قرآن یکی از آداب و اخلاق است که پدر و مادر ملزم هست و از حقوق کودک است که برای فرزندانش یاد بدهد. حضرت میفرماید که
در یک روایت دیگه داره ظاهرا که تحر و افواهکم فانها طرق القران، یک از حقوق کودک همیه که به اونا قرآن تعلیم داده شوه، لذا برای امام سفارش میکنه که تحر و افواهکم، این زبانتان را، این دهانتان را، این گویش و این سخنهایتان را پاک بکنید، بخاطر که این راه راه قرآنه، راه راه نمازه، با همین زبان با خدا راز نیاز میکنید، با همین زبان نماز میخوانید، با همین زبان قرآن میخوانید و این زبان هم باید ارزش داشته باشه و این زبان هم باید پاک بشه، قرآنی بشه و طاهر بشود. لذا قرآن هم در زندگی حضرت اهمیت خاصی داشته. اما اگر ادب نباشه، حضرت من روی جمله کلمه ادبی که یکی از حقوق کودکان حضرت تعبیر میکنه و تعریف میکنه چند دقیقه عرض کنم. مطالب حضرت میفرماید که یکی از حقوقی که پدر و مادر ملزم هست باید مراعات بکنه و اهمیت بدهد همین ادب است. ادب چیه؟ وقتی از حضرت سوال شد که من چگونه زنی باید انتخاب کنم، حضرت امیر سلام الله علیه فرمود یک زنی انتخاب کن که با ادب باشه. حضرت فرمود ادب چیه؟ گفت که لا تحتاج ان تأمر ولا تنها، یعنی نیاز نباشه که هر لحظه بگی یعنی کارو بکن یعنی کارو نکن. الان فرزند را طوری بار بیاره که هی اگر بزرگ بشه، یک وقتی ممکنه پدر و مادر نباشه، پدر نداشته باشه، مادر نداشته باشه، یک بزرگی بالای سر خود نداشته باشه، به سن بلوغ برسه، به بلوغ عقلی هم برسه، به بلوغ ادبی هم برسه، که یک وقتی همیشه نیاز نباشه که آقا این کار را بکن، این کار را نکن، این کار را انجام بده، این کار را ترک کن. این انسانی که همیشه از دنبالش او را امر و نهی بکنی و نیازم داشته باشه، یک عقل و خیردی به اون اندازه نداشته باشه، یاد نگرفته باشه، تمرین ادب در خانه پدر و مادرش نشده باشه، اینمی آدم نیاز داره که همیشه آدم به او امر بکنه، نهی بکنه، این کار زشته، این کار خوبه، این کار بده، این کار مثلا ناپسنده، این کار حسن داره. این میرقم آدم آدمی بی ادبی. حضرت فرمود که لذا یک زنی نگیر که همیشه نیاز داشته باشه که شب روز رو امر و نهی بکنی و خود هیچ نفهمه که چیکار رو انجام بده و چیکار رو انجام ندهه. لذا حضرت میفرماید که یکی از حقوقی که کودک داره سر پدر و مادر ادب است. باید ادب را و ادب درست را برای فرزندانش و برای کودکانش یاد بده. در جمله حضرت میفرماید که انسان بی ادب با چهار پای فرقی نداره. پس وقتی که فان العاقل یتعظ بالآداب، انسان عاقل خود را با آداب ملبس به لباس ادب میکنه. انسان اگر عقل باشه، انسان چرا آداب را مراعات نکنه؟ چرا ادب را، چرا بزرگواری را، چرا وقار را رعایت نکنه؟ چرا انسان مثلا انسانهایی که عقل در وجود اینها هست، از یک فکری درستی برخوردار هست، چرا دنبال کارهایی باشه که آبروی زور میبره؟ چرا خود را در معرض تهمت قرار بده؟ چرا کارهایی را انجام بده که شخصیتی از او در بین جامعه خرد بکنه؟ این انسان ادب نداره دیگه. ممکن است که خیلی خود را در بین جامعه یک انسان متشخص، یک انسان با وقارم جلوه بده، ولی در حقیقت ادب نداره، جای دیگر مثلا خراب میکنه. ادب همین است. حضرت میفرماید که عاقل خود را با آداب ملبس میکنه، خود را با آداب، سرشت خود را با آداب برابر میکنه. و البهائم لا تتعظ الا بالضرب، اما اینی که انسان نیازی به همیشه به امر و نهی داشته باشه، این کار را بکن، این کار را انجام ندی، آقا چرا این کار را انجام میدی، همیشه امر یکی لازم باشه که یک کسی خلاصه با چوب سر از استاد باشه که فلانی کاری بد را انجام نده، همیشه نیازی به موعظه و نصیحت داشته باشه که کار زشت و حرام انجام نده، دنبال آلودگی نره، مگه یک خکایی که از چهار پای کمی نداره؟ چهار پای یعنی رقم است که آدم میگه دنبال رفته مثلا بالای حقوق مردم تجاوز نکنه، خدمت شما عرض شده که فلان خرابکاری رو نکنه، فرار نکنه، از جایی نره، این مال چهار پای است، مال حیوانات هست. و الا که اگر انسان امیر رقم باشه که همیشه او را نهی کنه که فلان کار انجام ندی، حرام، گناه نکن، آلودگی نرو، اولئک الانام بل هم ازل، پس این با چهار پای کمی نداره. پس انسانی که ادب در زندگیش وجود نداره، انسانی که آداب نه، ادبی سخن گفتن داره، اگر سخن میگه فحش و دشنام است، این آدم همون است که حضرت میفرماید که این عقل نداره و از عقل درستی برخوردار نیست. اگر در رفتارش هستم میبینی که رفتار انسانی با کسی نداره، این انسان در حقیقت از ادب محروم هست. خود سخن گفتن را، ادبی در سخن گفتن را حضرت برای فرزندان خودش هم تمرین میکردن. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها، امام مجتبی علیه السلام رفته، امام حسین علیه السلام رفته بود، یا ظاهر بله امام حسین علیه السلام رفت به مسجد و خلاصه مدتی نیامد. حضرت زهرا سلام الله علیها تخرج من دارها الى باب المسجد 70 مره، 70 مرتبه. ممکنه تعبیر مبالغه باشه، تعبیر روایت، ولی خیلی حضرت بین مسجد و خانه رفت و آمد کرد، امام حسین علیه السلام را پیدا نکرد. قم، لذا به امام مجتبی علیه السلام خطاب کرد، قم یا بهجت قلبی و نور عینی اطلب اخاک الحسین فان قلبی یحترق. گفت برو دنبال فرز برادرت امام حسین، ببین کجا شده، خانه نیامده، قلبم داره آتش میگیره.
یعنی اگر یک مادر دیگه باشه، یک مادر عادی باشه، میگه کجا شد فلان فلان شده، مثلا ما فوش شده، نامه های از این قبیل زیاد میبینیم در بین جامعه. حضرت میگه یا بهجت قلبی، نور قلب، یعنی یا بهجت قلبی یعنی روشنایی قلب من، میوه قلب من، نور عینی، نور چشم من، برو ببین که برادرت کجاست، که من دلم آتش گرفته، دلم داره، یعنی دلم سر جایش نیست، که به خاطر که برادرت دیر به خانه آمده، نمیدونم کجا شد. بعد محضر شما عرض کنم که حضرت میفرماید که یکی از چیزهایی که در ادب فرزندان باید رعایت بشه این است که اونها را با غیر زمانی خود تربیت کنید، طوری تربیت کنید که فکر نکنید مال امروز است و اخلاق امروزی خود را بر اونها تحمیل بکنید. و در جای دیگر حضرت می‌فرماید که لجاجت کردن، بله تأکید کردن زیاد یا پافشاری کردن روی یک مسئله زیاد اخلاق فرزندان شما رو خراب میکنه، ادب از اونها رو خراب میکنه، اونها رو لجوج بار میاره. میگه اینقدر که میگه لج میکنه دیگه، وقتی یک کودک لجوج بار آمد، بازم اینجا این پدر و مادر حق خودش را رعایت نکرده و ممکنه زیاده روی کرده باشه. پس در هر طوری و در هر جهتی باید مواظب تربیت و ادب فرزند. یکی از حقوق همینه. حالا حقوق دیگری که در اون نامه نهج البلاغه بیان شده و در همین حکمت 399 بیان شده که سه فراز داشت، ان شاء الله در فرصت های بعدی در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون استاد گرامی، وقت کمه و متاسفانه مطلب واقعا مهمیه توی عصر حاضر با این حجمه فرهنگی که وجود داره و اینترنت و فضای مجازی و انواع اقسام شکل‌هایی که الان می‌بینیم، مشکلاتی که وجود داره توی جامعه‌های بشری، واقعا خانواده‌ها هم توانایی رو ندارن که چطور، یعنی حتی در از نظر آگاهی هم به آگاهی نرسیدن که چطور با بچه های خود خود برخورد کنن. خیلی ممنون استاد که وقت گرامی تان رو در اختیار برنامه قرار دادین. از شما کمال سپاس امتنان داریم. انشاءالله که هر جا هستین تمام ساعت و ایام زندگیتون به خوشی و سلامتی باشه و همیشه تحت عنایت عاجات پروردگار باشه. بله بینندگان عزیز، موضوع امشب برنامه ما بر اساس ای که در امروز تاریخ اول ژوئن هست، به مناسبت اول ژوئن و روز کودک، البته روز کودک در اول ژوئن بر اساس قواعد و قوانینی که است در کشورهای مثل افغانستان ما و شما، ایران و بعضی کشورهایی که در حواشی خاورمیانه وجود دارن، اول ژوئن به عنوان روز کودک معرفی شده، در صورتی که اصل مثلا از حساب قانون یونسکو و سازمان ملل متحد روز جهانی کودک روز 20 نوامبر است. ولی از اینکه به خاطر اینکه این مسئله در بین کشورهای اسلامی، مخصوصا در کشور ما افغانستان، روز کودک در اول ژوئن بود، ما به همین مناسبت این موضوع برنامه رو به روز کودک اختصاص دادیم و در رابطه با کودکان بحث کردیم. و لذا و چه کسی بهتر از آقا امیرالمومنین که مدیر و مدبر عالم هستی هستند، نه فقط خصوص شیعیان، ایشان معلم تمام بشریت هستند. و چه خوب که ما کودکانمان را بر اساس گفتار و کردار ائمه معصومین امیرالمومنین علیه السلام، حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تربیت کنیم، با همون روش و طریقه که بهترین روش و طریقه هم همین روش می باشد. سخن کوتاه کنم در همین زمینه، انشالله هفته آینده هم طبق همین موضوع با همین موضوع انشالله در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه رو ادامه میدیم، از بیانات استاد استفاده میکنیم. انشالله که هر کجا هستین تنتون سالم باشه و بچه های مهدوی بار بیارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا درودی دیگر، بدرود.